گرفتند. در جریان این حمله و هجوم، مزدوران دست اول و دوم وزارت اطلاعات با ضرب و جرح و با بکار گرفتن گاز اشکاور چندین تن از پناهندگان و مخالفان رژیم را مجروح و مصدوم کردند. یکی از چاقوکشانی که جانگیر شادانلو با طراحی قبلی به محل آورده بود با ضربه قمه به آقای هادی نصیبی نژاد از پناهندگان ایرانی بیش از 20 سانتی متر از شکم او را درید. یکی از انگشتان دست وی نیز در اثر ضربه چاقو از کار افتاد و ضربات دیگری نیز بر زانو و سر وی وارد آمد. پزشک قانونی بعداً برای آقای نصیبی نژاد گواهی یک ماه از کار افتادگی صادر نمود. شماری از ماموران اعزامی که در این جنایت و تبهکاری شرکت داشتند عبارت بودند از جانگیر شادانلو، مسعود خداونده و زنش آن سینگلتون، علی راسبین، علی اکبر راسگو، علی قشقاوی، محمد حسین صبحانی و هادی شمس حائری و همچنین مصدور فرانسوی آخوندها آلن شوالیه راس. چاقوکش مزدور پس از ارتکاب جنایت قمه خود را در زیرزمین ساختمان تیاب مخفی نمود، اما این کار از طرف افراد حاضر در محل به اطلاع پلیس رسید و حالت جرم همان روز کشف شد. در این حال تلویزیون مداربسته ساختمان فیاب نیز ورود و خروج وی به زیر زمین را ضبط نموده. این سند نیز بعداً در اختیار پلیس قرار گرفت. یک چاقوی دیگر نیز دو سه روز بعد در همان زیر زمین کشف شد و تحویل پلیس و زمینه پرونده گردید. عوامل رژیم در ادامه همین چاقوکشی و به قصد پرونده سازی علیه مجاهدان اشرف در سایت‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات به سبک رایج رژیم آخوندی مدعی شدند که مجاهدین به آنها حمله کردند و محمد حیاتی از اشرف برای فرماندهی این حمله به سالن فیاب در پاریس آمده و فردای آن روز به عراق برگشت است. این در حالی است که آقای محمد حیاتی بیش از 7 سال است مقیم اشرف و تحت محاصر است و همه طرف‌های درگیر در قضیه اشرف می‌دانند که ساکنان اشرف امکان خروج از آنجا را طی این سالها نداشتند. آقای محمد حیاتی بعد از شنیدن این دروغ نامه خطاب مجامع بین‌المللی نوشت که در بخشی از آن چنین آمده است: عوامل وزارت اطلاعات مدعی شدند که این جانب محمد حیاتی فرماندهی اعضای سازمان مجاهدین را در سالن فیاب پاریس برای حمله به ایادی وزارت اطلاعات آخوندی به عهده داشتم. این شیوه دجالگرانی رژیم ایران است که با فرافکنی همواره سعی داشته تا پس از ارتکاب شنیع‌ترین جنایت‌ها اپوزیسیون خودش را به ارتکاب آن جنایت متهم کند و در این رابطه از هیچ اقدامی حتی تهمت و افترا روی گردان نیست. از نمونه‌های بارز آن می‌توان